سلام خوش اومدید به امری گیم شو و یک برنامه بی برنامه با صدای گرفته که پیشا پیش, پیش واقعا اصلا نسخه میکنم یه یه هفته ای که یه مریضی عجیب و غریبی گرفتم طوریم نیست ولی این هنجرام واقعا به طرز عجیبی گرفته حالا روز اولش هر حالت انگار گلودرد بود ولی دیروز استاپ کرده بود و امروز از صبح داره صحبت کردم که یکم باز شه بتونم باهاتون حرف بزنم چون میدونم خب این هفته قضیه ناشر شدن ایکس باکس از وز مرحله شایعه وارد مرحله فاجعه شده و حرف هایی داره زده میشه که اکوسیستم ایکس رو بعد جوری قاطی کرده و اینا و اوزار ریخته به هم تا در حد پایان ایکس باکس و اینا هم پیش رفتن و خب احتمالا خیلی دوست داشتید که صحبت کنید من توی امریکیم خیلی صحبت کردم توی این چهار پنج سال گذشته توی پادکست هم در با کاری که اکس میخواد بکنه و اینا و خب اگه یادتون باشه تو پادکست شماره هفته دو شیش یعنی دوتا پادکست قبلتر میشه همین هفته گذشته من اومدم در تو این قضیه ناشه شدن صحبت کردم چون اون موقع شایعه قضیه های فای راش و سی آف تیبز اومده بود و گفتم که قال اونا که عادی حالا اونا بیاد اتفاق خاصی هم نیفتاده واقعیت رو بخوایم بگیم اتفاق نیفتاده و اونا هم بازی اولا که حالا میگم من همیشه گفتم این بازیهایی که رو اکس باکسن معمولا تا اونجا هستن چیزای عجیب و غریبی هم. ولی وقتی به پلی میاد این اتفاق خاصی نمیفته نمونه های مختلفش هست این بازی مختلف بودن این مدیوم بود که تا قبل از اینکه بیاد میگفتن این تنها بازی نسل بعدیه مثلا اون ور پلی استیشن اسپایدرمن اینا داشت چون برای پلی استیشن داده بود اونا دیگه نسل بعدی نیستن و بعد میای میبینی میاد روی پلاس و هیچ اتفاقی نمیفته های فای راش هم همینه های فای راش رو خود اکوسیستم خودشون اون چیزی که میگن نیست واقعیتش شما میبینی این یه مدت پیش خبرش اومده بود دیگه میگفت طرف اومده بود رفته بود نگاه کرده بود اچیومنت تروفی های فای راشی که روی گیم پس اومده روی اکوسیستم هم پی سی بوده هم روی ایکس باکس خب و با اون همه تبلیغ وقتی اومده ده و یکی از لحظات ننگاور روزنامه‌نگاری گیمینگ ده و <applause> دیگه انقدر تو زندگیمون بالا بازی کردیم که فرق بین بازی ده و رو ببینید که ده بهش میدن یعنی صنعت گیم و زیر رو کرده و ده و میدادن. و بعد میاد یارو توی آماراش نگاه میکرده میبینی که 50 درصد از افرادی که وارد بازی شدن فقط اچیومنت باس اول دارن و 30 درصدشون اچیومنت باس دوم دارن آقا چطور ممکنه یه بازی که 10 گرفته باشه طرف حتی به باس سومش هم حاضر نمیشه بره آخه بازی چیز عجیبی نیست که بگی آره مثلا یه چیز هنری بوده یا گیم پلی خاصش نه موسیقی بوده بزن تو کله برو جلو همش طرف خب بنابراین اونا بیاد پلی استیشن باز یه اتفاقای بد میفته دیگه میبینن یه واقعیتای روشن میشه که یه دفعه میبینی سیافتی میاد ولی اتفاقی نمیفته شاید همین بازی چی چی است بونز پلیرش بیشتر باشه های فایر همینه خب گفتم اینا اتفاق نمیفته ولی در هفته گذشته هی این شایعا اوج گرفت یه دفعه سایت ایکس باکس ارا اومد گفت که خبرای میشن که استارفیلد هم میخواد بیاد برای پلی استیشن و هیچ چی دیگه اونور اینا داشت شروع میشد و هی اینا داشتن چیز میکردن داشتن فشار میکردن یه لپه از اون بر یه فردی به اسم همین جف گراب اینفلوئنسری که من همیشه گفتم جف گراب چیزی نیست جز یک دستگاه ضبط صوت برای آرون گرینبرگ مسئول تبلیغات ایکس هیچ چیزی از خودش نره اون آدم هر چیزی میگه دقیقا کلماتی که آرون گرینبرگ به عنوان مسئول تبلیغات ایکس باکس نمیتونه بگه و این از زبان اون هم میگه همه چیزهایی که میگه من ارتباط دارم لیک میکنم این همش چرت و پرته همش حرفایی که آرون گرینبرگ بهش میخورونه و <coughs> اومد گفت که آره من شنیدم گیرز آف وار هیلو من پیش خودم اینو که گفت گفتم خب این الان این عجیبه اینا به عنوان اینفلوئنسر های ایکس باید. از اون بر سایت های مثل وی جی سی آی جی این وی جی نمیدونم جیسون چی گفته من جیسون شرار بلاکه تو همه چیزام <applause> نمیدونم چیزی گفته باشی در این زمینه اونا دیگه همین که تو اینترنت به عنوان آدم های اینا شناخته میشن خب نگاه میکنی یه دفعه, یه دفعه بعد از این اتفاقا و شوریده شدن گیمرها شروع کردن به این حرف زدن هایی که نمیدونم اینا میخواد بیاد این بازی ها میخواد بیاد و خب دیگه اینا عصبی شدن گفتم اینا اینا کارشون همیشه اینه که اینا رو آروم کنن بهشون این حسو بدن که اینجا بهترین جای پلی بده خراب میشه دستش نمیشه چی فلانه چی شد یه دفعه اینا دارن یه همچین جوی رو دوره این برند ایجاد میکنن که آره حالا میخواد چیزی اینا کارشون اینه که بقبولونن این قضیه رو بهشون گفتم اوکی وقتی اون میاد میگه گیرزاوار و هیلو من با منطق خودم که میسنجم ماکروسافت با اون همه پولی که داره خب الان رفته 69 میلیارد در اکتیویژن خریده از اون بر به تستار خریده خودش هم استودیو داره اون حاضر هیلو اینفینیتو تمام هیلو و گیرز آرا آره رو آنیستال کنه رو سروراش پاک کنه یه با پول آتیششون بزنه با همه هر جوری باشه ولی اونها رو پرسشن نذاره چون اون اعتبارشون میبره زیر سوال اصلا رفت به که میخوایم پول بیشتر در بیاریم چون آمار نشون میده همه بازی که از اون ور اومده این اتفاق خاص نیفتاده گیرز هم که بیاد رو پلی هیچ اتفاق نمیفته به خاطر که گیرز فقط رو اکس باکس نبوده گیرز الان هر کسی بخواد میتونه رو پی بازی کنه و اونایی که پلی استیشن دارن اکثرشون میتونن رو پی سیشون اونها رو همه رو بازی کنن همه بازی های ایکس باکس میتونن برن رو پی سی با کمترین هزینه اصلا نه میتونن خیلی از اونایی که پلی دارن رفتن رو سریز ایکس یا اس هم خریدن کنارش یکیش خود من بودم اون موقع پی نداشتم اوکی ما اگه بخوایم این چیزی رو بازی کنیم من میخواستم فلای سیمولیتور بازی کنم و پول دادم خریدم بازی کردم اوکی پس ما مشکل نداریم از این زمینه و تشنه بازی ایکس باکس نیستیم این حرفو که اینا زدن گفتم خب اینا اول داشتن میدم کامیونیتی پرستیژ هم یه مقدار داشتن اشتباه دارن صحبت میکنن یعنی واقعا میگم خیلی از صحبت هایی که ملت تو این چند روز انجام دادن کنف میشید هفته دیگه هنوز نمیدونید با کی طرفید هنوز متوجه نشدین با چه شرکتی طرفید اینا این حرف دارن میزنن به خاطر اینکه هفته دیگه بعدشم هم یه دفعه این وسط این حرفا فیل اسپنسر به جای اینکه بیاد رد کنه میاد میگه آه هفته دیگه میام صحبت میکنیم که آینده ای چیه خب یعنی نمیاد میگه رد کن تمام شد جو منفی از بین بره دیگه نه رد نمیکنه خب و انگار یک هفته میخواد یه جهنمی برای این کاروراشون ایجاد کنه و هی هم میبینه آره اونا داره میاد ایکس باکس داره جمع میکنه ایکس باکس داره تمام میشه یعنی همه اینا فراموش شده انگار که ایکس باکس هم یه هفته پیش دو هفته پیش با دولت انگلستان در افتاده بود که من میخوام 69 میلیارد دلار پول بدم این اکتیویژن رو بخرم یه جوری صحبت میکنن که اصلا اکتیویژن رو میخواد ببنده بتستا رو میخواد همه چی رو میخواد ببنده اصلا جمع کنه از سند گیم بره بیرون این سگا میخواد بشه و اینا سگا <تصفح> 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 سگا رو با این مقایسه میکنن با یه شرکتی که سگا تا آخرین لحظه با شرافت جنگید تمام تلاش رو کرد که بمونه به تو رقابت شکست خورد نه اینایی که دو نست پیش شکست خورده بودن و با پول مایکروسافت باقی موندن اگه پول مایکروسافت نبود به نظر شما ایکس باقی مونده بود تمومش دو رفته بود سگا اگه پول یه پول گنده یه جای دیگه بهش میداد میموند پول نداشت که از م... معادل خارج شد اصلا اصولا هیچ شرکت دیگه ای مثل مایکروسافت نیست که همین طور پشت سرم گند 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 بزنه به همین جور بمونه هیچ اتفاق نیفته و هیچ تغییری تغییری هم رخ نده به خاطر اینکه اونایی که اونجا هستن کسی به میگه اصلا ردفال میده میاد میگه ریدیم بعد میگن عجب آدم صادقیه <تصفح> اینو که دیدم گفتم اوکی اگه این این رد نمیکنه امثال این آقای چیه جف گراب و اینا هم که ضبط صوت گرین برگن دارن این حرفا رو میزنن دو تا سناریو وجود داره قوی ترین سناریو که واقعا میگم بچه ها 95 درصد همینه هفته دیگه میاد اعلام میکنه کال اف دیوتی قدیمی همین میخواد میاد رو گیم پس چه میدونیم مش بازی برای گیم پس و آینده ای ایکس باکس و این چیزا همه ای چیزا. ای چیزا یه دنیای درست میکنه که یه دفعه از این حالت ناراحت شدید نه هیلو اومد تازه کالا فهم اومد بریم جشن تابوتو بیار آقا تابوتو بیاریم پرستیشن رو بدازیم توش دستش خراب میشه نمیدونم زرد میشه روش اونجا آبش میچه که از پایینش بازی نداره پرستیشن که امسال دوباره بساد رو هم میافته خب دوباره شروع میشه و 95 درصد این اتفاقی که میافته و فیلس میشه قهرمان دلاس <applause> برمی گرده و همون حضرت و اینجور چیزا و قهرمان میشه خب این سناریو که 95 درصد اینه بچا و این قضیه هیلو اینا رو که میگن اینایی که اینا رو میگن اینا کارشون اینه که آروم کنن عصبی کردن کار اینا نیست وقتی اینا میکنن فیلس بن سم سکون یعنی چی یعنی میخوان قشنگ دیدی تو بازی های ویدیویی مثلا تو لاستافا صحبت میکنیم که نراتیو دیزاین راهیه روایتی که دو اتفاق داره میفته میگه چی میگه اول میاد شما رو آروم و آروم آروم میکنه و بعد یه دفعه یه چیز خرکی میکنه تو کلتون که تاثیرش زیاد بشه حالا اینا برعکسه <applause> اینا میرینن تو اعصاب اینا ده ها بار این کارو کردن یه بار اولشونه مگه یک وقتی انگلستان رد میکنه چیز چیزو مال همون خرید اکتیویژن یه جوری میاد میشینه اونجا صحبت میکنه ردفال شکست خورده ما داریم نابود میشیم ما داریم میریم تقر دنیا ما سومیم اصلا مگه بازی خوب ساخت راه با چیز کردنه ما اگه استار 11 از بیستم بگیره ما نمیدونم نمیتونیم پلی رو بزنیم ما باختیم توی جنگ کنسولی خب هم ثانیه‌ای که رد میشه و این بازی تاریخ گیمینگ از بعد از استارفیلد قبل از استارفیلد خب همون تموم میشه شروع میکنن از دوباره و الان هم همینه بچه ها گول اینا رو نخورید میان و این کارو میکنن زدال زد بهتون میزنن در حالی که شما ببینید ما الان تو یکی از بهترین هفته های شروع سال برای پلیستیشن هستیم هفته پیش دونه استیت آف پلی داشتیم یه دونه دموی رایگان برای سایلنت هیل دادن که من بازش کردم قطعا بهتون پیشنهاد میکنم اگه خودتون بازی کنید گفتین وای با این چیه لطفا ویدیو منو ببینید لطفا ویدیو فقط منو ببینید اگه واقعا دوست دارید ببینید که اون چی بود اون بازی نمیگم شاهکار بود یا هر چیزی برید ببینید, ببینید که چی بود واقعا اون بازی و الان هل دایورز دو اومده بازی که خودم بهش اعتقاد نشتم ولی ترکوندو حالا من دنبال 40 دلار بگم این بازیش کنم و حالا اگه نتونم بازش کنم نسخه یکش پلیسشن پلاس اکسترا هست میتونید دانلود کنید بازش کنید خودم رفتم نصب کردم دیدم جالبه یکشم یکشم جالبه فانال فانتزی هفت ریبرت به طور انحصاری داره پلیسشن میاد آخر این ما و دموش هم اومده رایگان رو, رو پلیستیشن از اون بر دیگه چی اومده بود کل چیزایی دیگه خب یعنی بعد ماه بعدش رایز آف رونین داریم همینجور پشت و پشت بازی خفن داره میاد برامون و داریم لذت میبریم ماهایی که تو پلیستشن میدونم آقا استیشن بازی نداره <applause> اونا همش فیلم هن اونا همه فیلم هایی به در بازی نمیفهمید چه چیه اونا خب و به جایی که این کارا رو بکنید نشستید دارید با اینا چیز میکنید با اینا سرکله میزنید و بعد کنفتون بکنن هفته دیگه هفته دیگه باید قهرمان بشه دوباره بشه دیگاه کنه چجوری قهرمان بشه این 95 درصده فقط 5 درصد احتمال داره خب 5 درصد احتمال داره یه کار دیگه میخوام بکنن اون همین نیست که هیلو و گیرز آفاره بیارن همونجور که گفتم هیلو و گیرز رو حاضر رو سیوراشون آنیستال کنه برای پلیستشن نیاد چون هر کاری که میخوان بکنن برای چیه برای که سود بیشتر شه. اوکی بارها بهتون گفتم مارکوس ها فقط پول براش مهمه وقتی اونجا اونجا هست که از ساتیا نادلا میپرسیم که آقا این فیسبوک داره الان روی وی آر سرمایه گذار میکنه اون موقع هنوز اپ... اپل نیومده بود شما چیکار میکنین؟ گفت من نیاز به اون ندارم من از جای دیگه همون پول رو در میارم از جای دیگه همون پول رو در میارم شما این ور نگاه کنید بقیه شرکت ها چه فکر میکنن فیسبوک میاد کل سرمایه شاید کن روی متاورس و وی آر. از اون ور پلی میاد هم پرشن وی آر یک رو میسازه هم پلیسشن وی آر دو رو با وجود اون همه چیز اون همه حجمه میسازه و به نظر من بسیار موفق بوده و بسیار من پشتمن خوبی درش میکنه و من هم اولین وی آرم اینجوری خریدم یعنی منو تونست راضی کنه و بسیار راضیم یعنی همین امروز دیگه هیچی براش نده من بسیار راضیم از چیزی که از پلیسشن وی گرفتم خب و یا مثلا پلیسشن پورتال میده پلیستشن. ازش میپرسه میگه این به چه دردی میخوره و اینا دیدی که همش میگه چه چه دردی میخوره پرفروش ترین میشه و رئیس نمیدونم اون کسی که طراحیش کرده بود میگه که ما هدفمون پول در آوردن از این نیست ما میخوایم راه های بیشتری به اکوسیستم بدیم که از اکوسیستم لذت ببرن ما با وی آر کار کرد خب ایکس چیزی به اسم وی نداره تمام شده رفت یعنی هیچ گونه حرفی تو اون زمینه نمیتونه بزنه پی سی هم که دست استیمه خب اون اصلا بحث فقط پلی که داره این کار رو انجام میده و الان یک پروژه مثل مثلا مثل مترو اویکنینگ با اون کیفیت میاد شاید باید چیزهای دیگه هم بیاد خب برای تقویتش کرد از اون بر اپل میره یه دونه هدست فوق پیشرفته با یک سری ویژگی هایی که اصلا در حد کانسپت یعنی تو مغز الان هیچ استفاده شاد براشون نباشه میده به قیمت 3500 دلار که من باورم نمیشد کسی بخرتش مثلا فیلماش میاد یارو داره تو خیابون راه میره همه دارن تو هوا اینجوری میکنن ببین یعنی چی یعنی اون شرکت فقط فکر پول نیستن فقط فکر پول نیستن برخلاف چیزی که اینفلوئنسر های ایکس باکس تو ذهن همه اینا انداختن که آره پلی استیشن مثل اپل پول پرسته اگه پول پرست بله چیزاش گرونه برای که چیزی که میسازه کیفیتش و قیمتش اونه یه کار جدید داره انجام میده و استارت چیزی رو داره میزنه که سه سال دیگه سه هست دیگه همین اپل ویژن یا اون این ماکروسافت وسط را آقا ما هولولنز داشتیم خودمون ما خودمون هولولنز داشتیم باشه هولولنز داشتی ولی چی کارش کردی انداختش وقت گفت من راه دیگه میتونم پول در بیارم و اینفلوئنسر تو فرستاد بیاد پلیس وی آر رو تقریب کنه بره به اپل به بپرنه روزا اینفلوئنسراش میبینی که این یا اشکاله نمیدونم چیه چی فلان بیصاره یعنی چقدر یه نفر میتونه یا به خودش بگه روزنامه نگار تکنولوژی و اینقدر احمق باشه که بیاد به یه ایده که اپل داره پای ریزیش میکنه و صرفا قرار نیست برای هر کسی باشه و صرفا اونایی که دارن میخرنش ظاهرا دارن از لذت میبرن اینو نمیتونه به درک کنه که ببین ایده چیه نه اینکه به چه دردی میخوره ایده چی بوده داره آینده رو تصور میکنه که شاید ده سال دیگه اینی که رو صورت یارو داره اپل میده تو چشم کار گذاشته بشه اون موقع اپل جلوتر از همینایی که به تو پول دادن بیا این زرت پرتا رو در با اپل ویژن بگی خب بنابراین این شرکتی که فقط براش پول مهمه و هفته دیگه هر کاری هم که بکنه در جهت رشد سودشونه خب همه دنبال سودن ولی بعضیا به فکر مخاطبشون هم هستن اوکی حالا اینا قبول دارن یا مهم نیست از نظر من سونی اپل و حتی فیسبوک به فکر مخاطبش هم هست و تلاش میکنه همونطور که داره پول در میاره مخاطبش هم از یک تجربه جدید لذت ببره اما هفته دیگه پنج درصد این احتمال وجود داره که این اتفاقی که داره میفته یعنی این شایه هایی که میاد و بعد افرادی مثل جف گراب میان تند ترش هم میکنن قضیه اینه که تیم مدیریت مایکروسافت آدمای مثل تیم استوارد مثل همین ساتیانا دلا دیگه دروغای فلسپنسر براشون جواب نیست میگه آقا ببین سال پیش گفتی 70 میلیارد بدیم کال دیوتی رو با اون همه دنگ و فنگ گرفتیم استارفیلد هم که گرفتی بازی به تستا که میگفتی 20 میلیون 30 میلیون میرن میخرنش و هم چیزی هم نشد خب ما را با کل جهان در انداختی این هم, هم حس منفی ایجاد کردی برای اونا و الان ما داریم میبینیم نه استارفیل فروش کرده نه این پس روش کرده تو تعطیلات امسال ما داریم میبینیم که اکس باکس که مفت 100 دلار روش دو تا دونه فیفا و نمیدونم چی چی بسته بود یارو تو مغازه نشون میداد گیم استاپ روی سریز اسی که دیسک نمیخوره دیسک فیفا بسته بودن <applause> نمیدونم واقعا دیسک فیفا بسته بود شاید کد توش بوده دیسک فیفا و یه بازی دیگه بسته بود یعنی یارو اگه وارد مغازه بشه بگه خب فیفا 100 و 190 دلار هم نمیکنه 150 دلار چیکار کردن سری ز 150 دلار فیفا یه دونه هارد درایو هم بس بیه روش بس یه چیزی روش بسته بود با این جور چیزا گیم پس 10 سال گیم پس مفتی و اینا حتی اینو هم نخریدن و تو نتونستی با این ایده که دادی موفق بشی پس جمع کن برو تو ما بتونیم این 70 میلیاردی که خرج کردیم و یه جوری برگردونیم چون برنگردونیم اون سهامداری که پولش داشته میکشه بیرون از جای دیگه بعد ضرر بدیم ما پول زیاد داریم ولی این پول زیاد بر اساس اینکه آره چون پول زیاد داشتیم همین رفتیم خرج میکردیم میریدیم توش اینا نبوده بر اساس این بودی که سرمایه گذاره میکردیم یکیش میگرفته کل پول در می آوردیم خب کل مایکروسافت هم که مثل اینا نیستن که همشون که آدم ها اینجوری نیستن که گند بزنن هی بمونن اونایی <تصفح> که گند زن اخراج میشن و حالا این اتفاق افتاده و گفت دیگه نه میریم بازی ها مولتی پلتفرم میکنیم مال اکتیویژن و بتستا اینا مولتی پلتفرم بودن تو انحصاری کردی و اون نقشه که داره بتونه اکوسیستم پلی استیشن رو شکست نمیتونی هیچ رقمه اونا مل... اونایی که اونجا هستن به خاطر پول و این چیزا بر نمیدونم پشن میون ایکس باکس ما رو بخرن هر چقدر که میخواد ارزون باشه دیوارها رو از جلوش برداریم بنابراین ما برای اینکه بتونیم چیز کنیم بازی های خودمون که نگر میداریم اکس باکسمون هم نگر میداریم گیم پس هم نگر میداریم ولی بازی های مثل کالاپتی توی بتستا رو میاریم میذاریمشون روی پلی تا اونجا فروش برن خب و این برم مثلا رو گیم پس اما مسئله که پیش اومده اینه که پلی استیشن هیچ قبول نمیکنه بچه‌ها همچین چیزی رو به این خر نیستن که وقتی یه مش فنبوی بوی میفهمن که اگه رو ایکس باکس کال آف دیوتی رو گیم پس باشه چه میدونم فلان بازی رو گیم پس باشه رو پلی استیشن 70 دلار باشه و این باعث میشه که مخاطر پلی رفته رفته از پلیستیشن استیشن کنده بشه برای پلی استیشن من برای چی باید اجازه بدم تو بیای این بلا رو سر اکوسیستم من بیاری من نه گیم پس تو میخوام نه بازی تو میخوام رد بکنم میره چیکار باید بکنه میخوای بیای اونجا باید بذاری کنسول کنار تو نباید رقیب من توی اکوسیستم من باشی تو باید فقط یک ناشر باشی فقط میتونی بیای بازت روی اکوسیستم من با قواعدی که من تعیین میکنم با درصدی که من تعیین میکنم با کیفیتی که من تعیین میکنم اگر از دوال سنس استفاده نکنی اگر چیزی که روی پلی من میدی روی اکوسیستم های دیگه که میخوای بری بهتر از پلی باشه من اجازه نمیدم بیاد همه اینا رو پشت پرده با رفته با تیم مدیریتی پلیس صحبت کرده که این پس هم نمیذارم بیاد که این پس تو میتونی بذاری رو پی سی اونجا رو پی سی برای من مهم نیست ولی نمیتونی رو ایکس باکس گیم پاس داشته باشی و اینجا بیای بازی تو به 70 دلار رو اکوسیستم من بفروشی و هی بیای چیز کنی مخاطب منو دو دل کنی جاره برم ایکس باکس بخرم نه میتونی حالا تا آخر این نسل این قضیه رو ادامه بدی ولی نسل بعد که شروع شد جمع کنی بسات کنسول ساختن و و بری بهش رو پی سی بذاریش رو پی سی هر کاری اونجا می‌خواد کالاف دیتی هم رو گیم پس بزوره به گیم پس خب رو پی سی ولی کنسول دیگه دست منه کنسول اگه میخوای بازیات رو بفروشی رو کنسول من دست منه خب اینجاست که تیم استوارت میگه خب این ایده خوبیه پول خوبی داره بهمون میرسه اونور فیل اسپنسر رو اونایی که دور برشن مثل آرون گرینبرگ و سارا باند و اون یارو مطبوطی که اصلا هیچی بلش <applause> اون نخودی هم حتی نیست چی <applause> نیست اون یه مترسک تو خالیه که فقط بهش برو اون کارا رو اونجا انجام بده مثلا الان اینجا من مخ... الان اون آقای رئیس به تستو هر کرد رفته برو اونجا باش که مثلا بگیم یه کسی اونجا داره مراقبت میکنه از اونجا آدم <applause> اصلا شما چون مصاحبهاش نگاه کنید من اصلا وقتی فکر میکنم این چه جوری به این سطوح بالای مدیریت چطور یه همچین آدمی واقعا یه همچین آدمی تونسته با به اون سطوح بالای مایکروسافت برسه آرون گرینبرگ و فیل رو میفهمم هفت یه لوگه روده راست تو شکمشون نیست اونا رو میدونم ولی این نه آدم هفت خطیه نه آدم چیزیه با اوشی به نظر میرسه سارو باندم که چون زنه فقط اونجاست چیز خاصی من ازش نیدم چون زنه نه چیز خاصی من ازش نیدم بچهای های خوب تو مدرسه هستون <applause> بچه خوب ما امروز اومدیم اینجا تا انحصاریهای های مختلف رو بهتون بدیم <applause> همیشه سیستمش و آره این بوده و حالا با اینا در افتاده یعنی فیل و اینا میگن نه نکنید ما میتونیم نابود کنیم پلی استیشن رو ما مجبورشون میکنیم که گیم پاسو بذارن اینا میگن ما نمیخوایم دیگه دوب. با این تو الان ده سال داریم میگیم ما نه نابود کنم اینا رو میلیاردها پول دادیم و هنوز نتونستی هیچ کاری انجام بدی فروششون بیشتره مخاطبشون بیشتره و تازه وضع ما بدتر از قبلم شده نمیخوایم دیگه با تو چیز کنیم حالا چیکار داره میکنه دارن از نوچه هاشون جف گراب و وی جی سی و اینا استفاده میکنن همینا که برای خریدن اکتیویژن بهشون کمک کردن با اون دروغایی که ساخته بودن خب از همینا دارن استفاده میکنن که فضا رو جوری تاریک کنن که مدیران رده بالای مایکروسافت بگن وا حالا چیکار کنیم هنوز نگفته ملت نمیدونن چیکار حالا بگیم چی میشه خب اینه و ولی به نظر من هر چیزی هم که بگن کسی که رو پلی استیشن اصلا نه برایش اهمیت داشته باشه بچه‌ها ما الان توی هفته درجه از پلی استیشنیم کلی بازی کلی دمو فانال فانتزی بازی رایگان سایلنت هیل یعنی واقعا بچه‌ها برید اینا رو تجربه کنید و لذت ببرید و به این چیزا دقت نکنید هر چیزی هم میخواست بگی بگی اصلا میگه آکس اکس تمام شد هیچ اتفاقی باور کنید چه اینکه نمی‌دونم پلی استیشن بدون رقیب میشه مگه الان رقیب رقابت دارن میکنن اینا این کاری که اینا دارن میکنن مگه رقابته ای خدا من میخوام بدونم اینی که بری به یه مشتی رسانه پول بدی که بیان صبح شب بگم بازی پلیسشن بده رقابت آیا من میخوام بدونم بری به یک چری سایت که مش فن بیات نشستن توش این الان فاجک داره براشون اتفاق میفته همون چیزی که بارها بهتون گفته بودم گفتم یه روزی که این برند بخواد با مشکل روبرو بشه اینایی که زندگی آیندهشون رو بر اساس این برند ساختن یارو قیافه ها رو شما نگاه کنید آرون با اینا نشسته اینا همه اینفلوئنسرایان هایی هم که این روز دارن این خبر رو راه این اکس باکس نباشه که بهش هر هفته پول بده بیاد بشینه لیست بازی های گیم پس به عنوان شاهکارهای ساخته بشری بهتون معرفی کنه این تموم زندگیش اوکی هیچ کار دیگه ای نمیتونه کنه چون هیچ جای دیگه راهشون نمیدن اینا رو خب نه گیمرن نه چیزی از گیمینگ میفهمن نه هیچی فقط کارشون که هر هفته یه لیست گیم پس بذاره جلوش بگه به به دهه ده نوه عالی شاهکار بازی پرسشن فیلم آشقال دستش خراب میشه نمیدونم اون زرد میشه کنارش میچکه از آبش خدا گرمون دردی کنه برم خدا خب پس گول اینا رو نخورید شما نیاز ندید اصلا فکر کنید که اینا میخوان چیکار کنند پلی استیشن کلی رقیب داره الان دیروز اعلام شده که چیز اسمش چیه دیزنی داره وارد میشه دیزنی داره وارد میشه من امیدوارم اپل وارد بشه اینا هستن که رقابت سالم میکنن نه اپل نه دیزنی نه نینتندو هیچ شرکتی در دنیا نیست که به اندازه اینا دنبال فقط میانبر و کارهای فسادانه باشه هیچ کسی دیگه این کار رو نمیکنه همه میان و رقابت درست انجام میدن من اصلا راضیم اپل به پرزنت شکست بخوره ازش چون میدونم اپلی که بتونه پرزنت شکست بده یه چیزی ساخته که بیا و ببین یه چیز ساختی من دارم از همین هدست مجازیش دارم میبینم دیگه که هدست مجازی رو نگاه میکنه خیلی از تکنولوژی اول از خود سونی اومده نمیدونم فکر کنم نمایش ایناش میکنه از اون چیپستاش مال سونیه و این رد به چشمش یارو داشت نقد کرد هدست اپل ویژن میگفت نگاه کنید تعجب نکنید اگه اطراف تصویر رو میبینید تاره این یه سیستم فوق پیشرفته ای داره که وقتی به یه نگاه میکنید اونجا رو تو چشم من فورکه میکنه ولی اطرافش میاره پایین گفتم خب پدر سوخته شیش ماه پیش که پلیستیشن با 500 دلار همین آورده بود و ما داشتیم میگفتیم فوویتد رندرینگ انقلابیه تو این زمینه ویارا و الان سونی به این قشنگی اجراش کرده و اون موقع میگفتن نه فروش نرفته و اینا اون موقع نمیفهمید ولی الان که 3500 دلار پیاده شده چیز میکنی نه صنعت گیم هیچ اتفاقی براش نمیفته مایکروسافت هم قرار نیست از این سنعت بره بیرون بعد از 100 میلیون اصلا ما فرض میگیریم بیاد بگه آقا برند ایکس باکس تموم شد گیم پس هم نداریم دیگه اکتیویژن نمیدونم بتستا و اینا که هستن اونا یعنی اونا که بازی میسازن هنوز سونی که نمیتونه کیفیت خودش بیاره پایین بعد از اونا شکست میخوره بعد ملت نه رو پی سی اون بازی ماکروسافت بازی میکنن یه جوری اینا صحبت میکنن انگار که مثلا ما الان دوره پیس وانیم که هیچ وسیله ای نیست اصلا پی گیمینگی وجود نداره نه, نه اون دوره گذشته الان هم پی گیمینگ تو شرایط متفاوتی با اون قدیمش چون ای همه اینا با هم مشابه هستن و سونی سونی قدیم نیست که بخواد فقط یه پلتفرم داشته باشه برای پیسی داره بازاش رو منتقل میکنه بعضی از یه مدتی اوکی نخیرم هیچ مشکل پیش نمیاد سونی شما هیچ وقت فکر نکنید مثلا یه دونه این بازیک پرسن داره بگید میرم کدام یکیش به خاطر این بوده که ماکروسافت یه چیز گفت ما باید بریم اینو بسازیم هیچ کدومش هم چیزی نبوده اصلا مثلا این بحثی هم که میگن آره پلی استیشن پلاس اکسترا رو, رو کن به خاطر که گیم پاس اومد اور این کارو کرده باش حالا مثلا فرض میگیریم چرا از اون برای ماجرا نگاه نمیکنید که پلی استیشن سیستم آنلاینش رایگان بود به خاطر که ایکس باکس پولی داشت میداد اومد با استفاده از کاری که میگم آقا باشه ما یکم یه دو تا بازی میذاریم روش ما هم پولیش میکنیم اینم به زهر گیمرها رقابت با ایکس باکس خب نه این چیزا نیست اکس باکس در ده سال گذشته رقابت گیمینگ نکرده این یک واقعیت رقابت گیمینگ نکرده و یک فضای تاکسیکی تو صنعت گیم ساخته افرادی که اصلا نه گیم براشون مهمه نه هیچ چیزی فقط میگه این یه رفتی به ایکس باکس داره پس خوبه این وضعیت رو ما الان داریم تو اکوسیستم ایکس باکس میبینیم اینا آدمایی بودن که ما رو به خاطر بازی کردن پرسونا و یاکوزا مسخره میکردن و این روزها ببینید یاکوزا یاکوزا کردن ها و پرسونا پرسونا کردن هاشون رو ببینید همشون شدن عشق این سگا و اینا <applause> معلومه برای چی دیگه و میگم واقعا این وضعیت بدیه و ن... چیزش هم دقیقا همین تیم فلسپنسر و آرون گریم تمام تمام اتفاق که افتاده ایناست خب برای اینکه نیاز داشتن به یه سری آدم چشم و گوش بسته ای که هویت و زندگی خودشون وابسته به این برند بدونن صبح تا شب یه مشتشون تو این توییتر سر این قضیه اکتیویژن همینطور طور 24 ساعت حرفای بشینن این پرونده ها رو بخونن اینجا داشو در اوه ببینید اونجا ما در آوردیم که سونی چه کثیف بود و اینا اوه اونجا در که دروغه رفتیم پرواز هواپیمای رئیس سونی رو در شما ببینید این بیمار روحیه این نه طرفدار نه یه چیز دیگه این یه بیمار روحیه من <تص> نمیدونم واقعا نمیدونم واقعا و همینا براشون بزرگترین مشکل ایجاد میکنن هفته دیگه هر چیزی هم که میخواد بشه بشه اون موقع میام تو پادکستمون صحبت میکنیم فقط من یه چیزی میدونم مارک پلی نه میخوایم بازی ایکس پیاد بیاد نه گیم پس میخوایم نه هیچ از بازی ایکس رو. اگر اونا رو دوست داشته باشیم هم پی سی میتونیم بریم بخریم بازی کنیم هم ایکس والا بلا ما نمیخوایم بازی های پلی هر کسی آقا الان داره اینو نگاه میکنه پلی داره و ایکس میخواد ایکس ارزونه برید بخرید الان تو بازار از پلی استیشن ارزون تره گیم پاسش 300 تومن میدی 650 ما گیم پاس بهتون میده برید همونو بخرید من روک دارم بهتون میگم رو پلی استیشن کسی که احساس میکنه این اکوسیستم براش جذاب نیست برو ایکس باکس بخارم. ما نمیخوایم نه بازی ایکس باکس برو نه گیم پس ایکس باکس نه هیچ چیزی از ایکس باکس ما نمیخوایم بیاد اونا نیاز دارن که بیان روی اکوسیستم پلی استیشن و اگرم روزی قرار باشه بیان قطعا مطمئن باشین با سیستم و قواعدی که پلی استیشن براشون تعیین میکنه میان روی اکوسیستم پلی و هیچ وقت نمیتونن اکوسیستم پلی رو خراب کنن با سیستم های بیزنسی واقعا نابود کننده ای که دارن انجام میدن اونجا واقعا نابود کننده ای که دارن انجام میدن و ما همه تلاشون میکنیم که همچین اتفاقایی نیفته و از گیمینگ با کیفیت لذت بریم من ترجمه میدم سال دو تا دونه بازی بازی کنم ولی بازی خوب بازی کنم و مایکروسافت که به پلی الان نیاز داره نه پلی استیشن مرسی که تماشا کردید ببخشید که صدام گرفته بود تا نمیدونم امیدوارم هر اتفاقی که میفته میگم شک نکنید به ضرر مایکروسافت نخواهد بود هر اتفاقی که میفته و اونایی هم که ایکس باکس دارن فکر نکنم تا آخر این نسل پشتیبانی ازتون میکنه نگران نباشید بالا خیلی با دیگه رو هوا باشه که بیاد بگه آقا دیگه ایکس هم ما پشتیبانی نمیکنیم نه این همه بازی معرفی کرده براشون همشون میاد به من بهتون قول میدم اون روز پلیس دوباره قهرمانتونه و دوباره جشن و شادی و تابوت رو بیاریم پلیستیشن رو خاک کنیم مرز گاز دید تا دیگه از همین گیم شو